اللهم صل على فاطمة بابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أخوت به الملك أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتاه فيها تبيلا عرض سلام و ادب احترام دارم محضر شما بزرگواران زائران محترم و عزیز ابا عبدالله الحسین یک پنج شش شبی ما در واقع امش قرار است در موکب جمعکران مصده زائران بزرگوار باشیم با توجه به اینکه زائران محترم در واقع یک جا ساکن نیستم و در حرکت هستن بنده سعیم بر اینه که این پنج شب سریالی نباشه موضوعش و در واقع عوض بشه <applause> یک عقیده بنده راجع به این حماسه بزرگ اربعین دارم که یک در واقع فهم استراتژیک و راهبردی رو میطلبه بنده معتقد هستم که این و همه شما این رو حس میکنید و قطعا قبول دارید که داستان اربعین یک داستان اتفاقی و ساده نیست یعنی این اتفاقاتی که داره میفته این انسان که ما داریم میبینیم به هیچ وجه من الوجوه یک اتفاق طبیعی نیست یعنی همین آدمها رو ما غیر اربعین هم میبینیمشون اصلا که انهو یک هفته یک دستی بر دلها کشیده میشه و یک اتفاق جدیدی میفته حالا موضوع یک شب دیگری است اما بنده معتقدم که داستان اربعین یک فوران برای پایین کشیده شدن تمدن شیطان و ان الله اون رو نویدی میدونم برای ظهور آقا صاحب از زمان یک روایتی از آقا رسول الله داریم روایت عجیبی است حضرت وقتی میخوان تبیین کنن نقشه و در واقع پلن شیطان رو میفرمان شیطان در مقابل با امام معصوم سه مرحله کار انجام میده اول کراهت نسبت به امام معصوم به وجود میاره دلها رو از او جدا میکنه در مرحله دوم بدل سازی میکنه برای امام معصوم بدل میسازه در مرحله سوم نسخه میپیچه یعنی برای کل انسان ها نسخه میپیچه خدمت شما عارض بشم که در مرحله اول شما می‌بینید مثلا اینها کاری کردن که بر هفتاد هزار منبر برای خودم سخت حالا اینو عرض بکنم برای شما محبان و شیعان و امیر المومین هم سخته بر هفتاد هزار منبر امیر المومین لعن میشد وقتی منابع تاریخ برادران اهل سنت رو مطالعه میکنید میبینید که در راجبه با در واقع اون تفاهم نامه متارکه جنگ که امام حسن مشتبه با معاویت ابن عبی صوفیان نوشت تمام شروط رو معاویه قبول کرد اینکه بعد از خودش خلیفه تعیین نکنه اینکه خراج و مالیات داراب گرده که اون موقع بخش در واقع همین الان در ایران دیگه به امام مشتبه علیه السلام برسه یعنی نه برای شخص حضرت برای شیعان همین ها رو قبول میکنه منابع اهل سنت من تاریخ مدینه دمشق رو نگاه میکردم اشتباه نکنم یعنی اشتباه نکنم در قولش نیست در اینکه تار... فکر میکنم تاریخ مدینه دمشق بود نوشته بود که یک مورد رو قبول نکرد ماویه همه چیز رو قبول اصلا چه که سفید امضا داد به امام حسن مجتبی به نماینده خب بگو حسن ابن علی هر چی بنویسم از قبل امضا کردم فقط حکومت به ما امام هم اون بندهای تفاهم که نوشت یک مورد بود معاویه گفت من قبول نمی کنم این بخش هم این بود که آقای ما مشتبه خواسته بود که امیر المومنین مورد سب و لن قرار نگیره معاویه این یک بخش رو قبول نکن خیلی عجیبه ها همه چیز رو قبول که گفت من اینو قبول نمی کن. امام مشتبه تغییر داد تاریخ اهل سنت میگه تغییر داد که لاعقل و هو جایی که من حسن دارم میشنوم لاقل فوش ندن میگه این بند رو پذیرفت اما وفا بهش نکرد یعنی در همون که امام مشتبا یک مسجد از هفتاد هزار مسجد یک جا به علی ابن عبی طالب علیه السلام به امام معصوم به جانشین برحق آقا رسول الله توهین نشه میگه اون رو رو کاغذ قبول کرد اما مثلا امریکایی که زدن زیر برجام هر همون هم عمل نکرد میگه به همان هم وفا نکرد این طبیعی نیست ها چرا چون مرحله اولی که بخوای جریانی رو را بندازی اول اینی که باید علم دین رو بیاری پایین اون علم خیلی مهمه اون علم نماد اونجا اون باید اون علم رو بیاری پایین الان ما در کشور عراق هستیم خب بسیاری از عراقی های برادران دینی ما ساختار زندگیشون و سبک زندگیشون ساختار عشیره است مثل خوزستانی های خودمون اگر با خوزستانی های خودمون بشینید بلندشید میبینید که چقدر علم عشیره مهمه برش اگر یک نفر کوچکترین توینی به علم عشیره بکنه جنگ را میفته خون و خون ریزی به هیچ وجه هم کدار نمیدم چند سال پیش بود در خوزستان خودمون یک دعوای شکل گرفت بینید چند تا از عشیره سر همین علم بعد با اینها بنشینید تا بفهمید اون که میگن علم حضرت عباس وقتی اومد پایین یعنی چی شده ما اصلا روزه رو درک نمی کنیم. چه بلایی سر خاندان اهل بیت افتاد اومد وقتی در اون علم اومد پایین شیطان اینجا علم رو میزنه مرحله دوم بدل سازی میکنه از امام از یک علم بدلی رو میبره بالا تا حول اون اون تفکر باطل خودش و جریان فکری خودش رو بچینه در این هم که حالا فضای بحثش نیست و مستحضر هستید که چه کسایی رو امیر وقتی حذف شد چه کسایی جایگزین شدن و چه ها که نکردن بدعت در دین گذاشتن میگفتن فنه عمل بدعت بدعت گذاشتیم آخ جون عجب بدعتی معترفه بر این خوب کاری کردیم عجب بدعتی گذاشتیم و آرام آرام حول این اشخاص و این علم جور پس یک امام حق داریم که امام باطل امام جور دیگه قرآن دو نوع امام معرفی میکنه سراحتا یک امام جایر یک امام برحق اینجا آرام آرام یک گفتمان یک جریان شکل میگیره در سوره نور خداوند متعال تشریح میکنه که وقتی شما نور خدا رو پس زدید و علاقه من به ظلمت شدید دیگه چی اومد؟ یه موجی اومد بعد یه موج اومد بالا سر اون این دومین موج اول بعد دوم بعد یه ابری اومد پوشوند در کجا در یک دریای فی بحر لجی در یک دریای طوفانی مواج که دست تو بیاری بالا نمیبینی چشت انقدر ظلمات گرفت ها اینا مثال خداوند متعال این مسلس تزویر و زور و زر یکی رو با پول خریدن یکی دیرو با ضرب شلاق و کتک خریدن و یه با تزویر با خوب ادا در آوردن یک ماجرایی رو مولانا نقل میکنه میگه شب شیطان اومد ماویه رو بر نماز بیدار که بر نماز شب گفت برای نماز شب, شب بخونه ماویه بیدار شد و گفتش که الان وقت نماز شب تو شیطان چطور گو اینجا هم نخونه بلند شو تو مسجد اینجا خوندن تو به درد من نمیخوره گفت نماز من به چه درد تو میخوره تو مسجد گفت خیلی تو نماز شب بخونی جلو چشم مردم برایش خیلی به درد من میخوره مثلا من به واسطه تو دارم کارو من انجام میدم این خیلی عجیبه حالا میگن مولانا اهل سنت بوده حالا این ماجرا نقل کرده بر به این فکر بکنیم ما که یک جاهای تزویر دینی جزی از اصلی ترین ابزار این مثلث زور و زر و تزویر چون در مقابل نور قرار گرفت یه سایه انداخت رو کل تاریخ یک دوره دوره تزویره حاکمانی بر جامعه اسلامی بر مسند خلافت نشستن ادا در میارن میرن نمازشون هم میخونن اما عرقشون هم دارن میخورن. مثل ولید که والی مدینه بود پیش نماز مدینه بود عرق خورده بود مس بود نماز صبح بود، به جای دو رکعت چهار رکعت خون مردم اعتراض کردن گفت کم که نخوندم خداتونم باشه زیادتر هم خوندن کار به ای جایی میرسه اینا خودشون میشن خلیفه خدا اد منبر پیامبر میرن بالا میان پایین بوزن بازی میکنن کسافت کاری میکنن این تزویره بعد هر کی میخواد حرف بزنه با ضرب شمشیر و زور میگه ماوی وقتی میخواست برای یزید بیعت بگیره شاعری بلند شد یه شعر خون میگه قبل اینکه شعر بخونی یه وجب از شمشیرش از غلاف آورد بیرون گفتش که خلاصه این که هر کسی میخواد زنده بمونه و حق و میخواد و اینا به معاویه اشاره کرد و گفت بعد از او هم به یزید اشاره کرد گفت هر کی این دو هم نمیخواد میگه به فشار الا به شمشیرش اشاره کرد بعد معاویه برگشت گفت به راستی تو انت سید الخطبا تو بزرگ سخنرانا و شعرا و خطبایی این بره بعدش هم بره پول من معتقدم حالا اینکه من معتقدم یعنی عرضه کردم خدمت علما ما تو همین مرحله سومیم الان یعنی دوره این به من نیست که تصویر تموم بشه بعد زور میاد نه تو امان با همه الان تو دوره زریم. تو دوره ای که پول داره کارا رو انجام ده یعنی حکمرانی میکنن با پول بر دنیا کی حکومت شیطان این مرحله دوم بود که چی شیطان میاد یک بدل میسازه در مقابل امام حق امام جائر و حالا شروع میکنه ساختمون خودش اول ستون رو میزنه بعد شروع میکنه دیگه خیمه رو زدن اینجا دیگه شیطان سبک زندگی میسازه از قبل از به دنیا اومدنت برات برنامه داره به دنیا اومدنت نامگذاریت مدرسه رفتن تمام ایناها رو ساخت شیطان و الان وسط در واقع اوج جولان حکومت ابلیسیم آخر زمانه یا همه چی تمام چجوری سر کار بری چجوری ازدواج کنی چی بخوری چی بپوشی چه حیوانی نگه داری از چی خوشت بیاد از چی خوشت نیاد چجوری بمیری چجوری قبرت کنن قبلش چجوری مثلا تو سالمندان نگهت دارن تمام اینها رو چید و که شهید آوینی خدا رحمتش کنه این شهدای ما خیلی آرزو داشتن پاشون به این سرزمین برسه نتونستن یه چند قدمی رو یه چند تا تیری و حداقل چند تا عمودی رو به یاد اونها قدم برداریم بی انصافی خدا شاهده قدر امنیتی کشورمون رو بدونید بعد شهید آوینی عبارتی داره خیلی عبارت دقیقیه ایشون قریب به مضمون میفرماد که فرهنگ قرب بشر رو از درون تسخیر میکند چرا که با نفس اماره شیطانی اشتراک دارد میگه اصلا فرهنگ غرب دقیقا همون گفته های نفس اماره شیطانی یعنی چه تو اصلا فرزن توی مریخ هم بزرگ بشی به نفس امارت گوش بدی اونجا یه حکومتی درست بکنی که انه همه غربی اونجا حکومت درست کردن هیچ فرقی نمیکنه. اینا یه گندهی دارن یه بزرگی داشتن به اسم آلیسا کرولی جمله معروف داره میگه چنان کن آنچه خواهی کل شریعت بود میگه شریعت ما غربی ها دین ما اینه که هرچی عشقت انجام بده هرچی دوست داری هرچی دلت میخواد عبارت دلم میخواد مال ایناست مال ما نیست قرآن رو گوش بکنید قرآن میفرماد و اما من خاف مقام ربه رب و نه نفس ان الحوا و ان الجنت هی المعوا میفرماد که میدونی بهش به کی میرسه نه به کسی که الزامن از گناه باز, باز میداره خودش رو نه این که که نفس خودش رو از هوا و هوس باز میداره چه فرقی است بین این دو تا این که خیلی از هوا و هوس ها هستن الزاما گناه نیست دلم میخواد هوس کردم خداوند متعال میفرماد که هر موقع تونستی دل تو از این هوس ها نگهداری جنت خونته مال توه اصلا مثلا شیشتونگ به نام تو خورده نکته مقابلش قرب و ببینی میگه دلم میخواد اصلا اساس توی من است در فرهنگ اسلامی فرهنگ آنچه که پیامبر آورد اصالت اصالت این بود که مبنا خداوند متعال بود هرچی خدا بگه وال الله عادل الله برای خدا دوست بدار برای خدا دشمن بدار مبنای دوست و دشمنیت میشد خدا تو فرهنگ قرب مبنا منه پول من خون زندگی من بچه های من یعنی خدا نیستم من امام فرمود انقدر نگوید من من شیطان است. ربطش به اربعین متوجه میشید شگفتانگیزه پیش بریم دقیقا عکس فرزو در اسلام اگر شما یک نفر ایثار بکنید چیز عجیبی نیست به خاطر خدا داره خیر میرسونه ولو سختی ببینه این آدم رو مالک نمیدونه این دست و پا مال من شما نیستش به خدا اگه من مال, مال, من شما بود دنیا علیه من شما حرف نمیزد همچین بلبل زبونی میکنه اون دنیا علیه خودمون که دهن اون باز میمونه نه آریه امانتی چند وقتی به ما, ما دادن پنجه سال شهست سال هفتاد سال هشتاد سال, سال. بعدش هم تموم اون دنیا هم چنان علیه خودمون شروع کنه شهادت دادن که زار زار باید بشینیم عشق بریزیم اما تو فرهنگ قبل اصلا ما ما اسلامی فقط شما مالکیت الهی است مالک اصل خداست مالک یا اومدین اما تو فرهنگ قبل مالک هست. منم من حتی اگر یک جاهای دیده اینا اخلاق مداری هم دارن میکنن به شما بگم هرچند یک جای فطرت خودشون رو آروم میکنن با این این آتش فطرت خودشون خورده نرم میکنن اما به شما بگم بابت همین هم استدلال هایی دارن وقتی شما نظرات فلسفه غربی رو میخونید و تعجب میکنی میدونی چرا میگه دزدی نکن نگه دزدی بده که میگه دزدی نکن کرد اگر دزدی کنی دزدی کردن مد میشه باب میشه فرهنگ میشه بعد به خودت هم دز میزنه پس بازم مبنا کی بود خودت بازم من میبینید حالا بنج ما یه سوالی میپرسیم میای یه نفر خونه ساخت دیوارش سیمت برد بالا سیم خاردارم زد اون بالا ده تا هم نگهبان گذاشت خیالش هم راهی بود هیچ کس نمیتونه دزدی کنه حالا میتونه دزدی کنه یا نه داره میکنه <laughs> اگه تو خیالت راحته بمب اتم داری هیچ کی نمیتونه بهت حمله بکنه حالا اجازه داره به کسی حمله کنی یا نه داره حمله میکنه ما که ناو نفرستادیم خلیج مکزیک آمریکایی نافرستاد خلیج فارس یعنی حتی اخلاق مداریشون هم برای من است اخیرا در برخ از این کشور اروپایی بابت کلیسا رفتن یارانه میدن داره بره مسجد بهش پول میدن اینجوری بگیم خود خودیش کنیم به بومیش کنیم میگن چرا میگن ما الزاما با خدا کاری نداریم که اصلا خدا الزاما هست یا نیست بررسی کردیم مردم وقتی کلیسا میرن کمتر دزدی میکنن کمتر به جامعه آسیب میزنن برای همین میگیم برید کلیسا باز همونجا نگران چیه؟ من حتی اگر یک موقع هستش میبینی آقا مثلا میگه سن رانن تاکسی ها سن یخچال سازا سن سنف فروش ها رفتن اعتصاب کردن فلانجا اینا نگران چن؟ شغلشونن اگر از اون شغل طلا سازی دارن دفاع میکنن بابت چیه؟ برای که خودشون هم یکی از سیاه هستن؟ تلا سازان حالا سوال اینجا پیش میاد آیا این تلاساز با تلاساز بغل تو بازار رقابت داره یا نداره؟ اساسی باز هم من این, این اون چی بود که شیطان ساخت شیطان همه چیز گو گو خدا رو بذار کنار تو خودت خیلی مهمی به خودت بپرداز مبنا تویی مبنا خواسته تو هرچی عشق اشقدر... دن طرف می... نمیتونه حرفش بزنم که دلم میخواد چند وقت پیش بود در جمع اولیا مربیان یک مدرسه داشتم صحبت میکردم مادرای این بچه هم دعوت کرده بودن مدرسه دخترونه بود گفتم من یک سوالی دارم خیلی از خانوم هم که جلسه نشستونه بعد هجاب بودن گفتم من یک سوالی از شما دارم گفتم خداوکیل خدا اگه غیر منطقی بود شما هر چه تو خواست بگید اما اینجا الان من جوابم بدید دو سه تا قسم محکم هم گذاشتم چی چفت و کردم گفتم که شما فرض بکن یک بچه ای رو از میانمار از سودان از یک کشوری که گرسنه ای بچه هاشون یه وعده غذا گیر نمیرن بیارن جلوی شما جلوشون خدا میشینی شیشلیک بخوری شیشلیک شیش مال خودت پول دادی خودت خریدی فلان یکیشون نگفت گفتن نه گفتم کسی هست بگی من میخوام جلوی چشون بخورم نه نه گفتم پس چرا این چه استدلالیه وقتی میگن اینطور نچرخ تو خیابون میگی بدن خودمه به کسی چه اون چششو ببنده خب او ببخشید اون دماغشو بگیره بوی کباب کباب نشنبه. ها جلو اون گرسنه من اینجا کباب درست میکنم چشاش کور بشه درات برای چی نگاه میکنه کباب داره میخوره بره گمش همون نخوش که خودشو بخوره یعنی بابا تو جامعه ما یک جوری شده سن ازدواج رفته برای این بچه امکان ازدواج نداره میل جنسی داره اما تو میدونی بخشی از این پازل شیطانی داری تکمیلش میکنی در تحریک این بچه بگنا یک بخشش خودش آره میره بر میره تو این شبکه های اجتماعی میچرخه و نمیرم چه اما بخشش توی تو خیابون نمیتونی که تو خیابون نیاد که میخواد بره مدرسه میخواد بره دانشگاه میخواد بره سر کار گفتم چرا اونجا میفهمید اینجا نمیفهمید اینجا بازم من میگم من بدن خودمه به کسی چه میبینید قرب اومد گفت تو مبنایی تو دیده شو لایک جمع کن چند وقت پیش در یکی از کشورهای غربی خبرش هم پخش شد مردی برای اینکه لایک جمع بکنه تاییدیه بگیره حالا فارسیش بگیم پسند برای خودش جمع بکنه بچه چند ماهش از پنجره آویزون کرده گفته اون اگر به 2000 تا 3000 چقدر لایک نرسونید اینو پرتش میکنه پایین برای اینکه دیده بشه توی این دوره بشر برای دیده شدن هر کاری بگید میکنه شما همین رکورد کتاب رکورد کتاب گینس رو نگاه کنید یک کتابی از گینس بالای 50 درصد این رکوردها خریت محض و جهل محض میگه طرف نمیدونم ده کیلومتر راه رفته زبونش کشیده رو زمین احمق بوده میگه آدم خدا فدای این کارا اینجا عقل نداشته این به چه درد میخوره نمیدونم طرف دوازده ساعت دور خودش شرخیده یه تلویزیون خودمون پخش که من خودم دیدم رو دوازده ساعت دور خودشون دیوانه است این آدم این آدم عقل نداره چرا این جاهلیت ها هم مورد پسند مردم قرار میگیره برای اینکه دیده میشه و جالب اینجاست به حدی این مسائل بعضا مقبول میشه که تلویزیون خود من شما با این رو بخش میکنه و مردم میگه آ چنیدیم یه یورو تو چین دوازده ساعت دور خودش چرخیده لباس شیر روشن بذاریم دور خوش میشه چه اهمیتی داره میبینید؟ میخواد فقط دیده بشه کارهای عجیب قریب بکن دیده بشی فرهنگ دیده شدن رکورد شکستن ها؟ رکورد شکستن یه موقع است برای خدمت به بشره میگن آقا این دکتر تو وسط زلزله وسط جنگ مثلا نمیدونم پشت سرم 20 نفر عمل کرد آقا دمش کرد دمش کرد ما هم قبول داریم اما یک موقع است نه رکورد های عجیب رکورد نگه داشتن چاقو در دهان 20 تا 27 تا چاقو تو دهنش نگه بچه می تو جای چاقو تو آشبازخونه ای رکورد خوردن سوس در یک دقیقه یا می نگاه کنید بشریت به کجا داره میره منتها این تکنولوژی زرق و برقش باعث میشه نبینه اون کارا رو زرق و برقش باعث میشه نبینه بیا که قشنگه چی خب قشنگه چه محتوایی داره خود عاقلانه نگاه کن هیچی خوب که نگاه بکنیم خدای نکردیم اینو خودمون هم آلوده ایم خودمون هم آلودگی داریم حالا دوزش یه خود بالا پایینه کم و زیاد داره اما خودمون هم دوچار آلودگی این داستان فرهنگ غرب که اصلا آمد ببین شیطان هر کاری کرد بین, انس... بین مخلوق اشرف مخلوقات انسان و احسن الخالقین و خداوند متعال فاصله بندازه راهی پیدا نکرد جز بهتر از این که بگه ای بشر به خودت نگاه کن این نوع خودپرستی بدترین پیچیده ترین عجیب ترین و پنهان ترین نوع بتپرستی است این خودپرستی چون اونجا یه پیغمبری میومد میگفت بابا دیوان این سنگ خودت ساختی ببین کار ازش بر نگاه کن انداختمش شکست ببین خودش نمیتونه دفاع کنه اما اینجا اگر یک پیامبری بیاد با خود با شما مقابله کنه با خودپرستی من و شما مقابله بکنه در واقع داره با کی مقابله میکنه با خود ما چون با خود ما داره مقابله میکنه جلوش گارد میگیریم و هممون ما حب نفس داریم هممون داریم این خیلی عجیبه تو این اصر که بخوام این جاهلیت مدرن رو بخوام شاخصه هاشو بگم فراوانه قبلا سخنرانی کردم با همین عنوان سرچ بفرمایید میاد که همه اینها پیش بینی شد توسط پیامبر توسط حضرت امیر توسط امام صادق علیه السلام که وقتی پیامبر داره این نشونه های آخر زمان رو میفرماد حذیفه تعجب میکنه میگه نهو کائن یا رسول الله یعنی اینا تا این حد نادونن یعنی واقعا هم کارایی میکنن پیامبر فرمود نعم نه کان همین اتفاقا میفت مدرد مدلش عوض میشه اون موقع گفتن زنده به گور کرده الان میگن سخت جنین همون چه میکنه یه بحث یک بخش یک صحبت های اصلا روم نمیشه از جمع عرض بکنم که چطور ما در روایتون دادیم و محقق شد خیلی اشراجه به این بحث های مربوط به حیاست مدل آرایش پسرها و دخترها رو فرمود تا جزئیات اینا چیکار خواهند کرد تو دل این اتفاقا یهویی تو دل این موج یه کشتی پیدا میشه این کشتی اومده تمام قواعدو بزنه به هم تمام قواعد اومده بزنه به هم اومده تمدن سازی بکنه شروع یه اتفاقه فارت تنور تنور فوران کرد میگه اون طوفان نوح که میخواست بیاد اولین اتفاق چی بود تنور فوران کرد آب از کجا زد بیرون از تو تنور عجیب نیست از جای آتیش آب زد بیرون عمدی خدا کار, کار خدا اینطوریه دیگه از همونجا که فکرش رو میزنه بارها من اینو عرض کردم ها این فرعون چقدر بچه کشت خیلی یه پسری رو نکشت اون یه پسر کجا بزرگ شد تو دامن خودش تو <تصفح> خونه خودش میخواست رو بگیره خدا اینا کشتی تایتانیکو که درست کردن روش نوشتن حتی خدا هم نمیتواند تو را غرق کند شعار نوشته شده رو کشتی تایتانیک این بود بدونید اون نمرود یه باب ایل برج بابل رو ساخت باب یعنی در ایل یعنی خدا برم میخواست بره بالا خدا رو با تیرکمون بزنه فکر که خدا بالا ابراز احمق هر چی ساختید نمیتونم برن بالا هر چی نصف کاره لرها کردن گفتن چیکار کنم چیکار نگم گفت بقیه‌شو پروازی میرم نزدیک 50 تا 100 تا چقدر عقاب و تناب بستن یه سبدی درست کرد سبد چوبی سبوک محکم رفت توش نشست تیرکمون هم دستش گرفت یه نی هم این وسط گوش زده بودن سرش اینا گرسنه نگرد شدن اقابا رو وزن این تقسیم شد بین اینا اینا بلندش کنن. برنامهش این بود که با اینا بقیه راه بره بالا بره بالای ابرا خدا رو با تیر بزنه علی از بالله احمق <التصفيق> اینطور فکر میکن. قبل اینکه این کارو بکنه داشت همینجوری نفس می‌کشید پشه یه جلو بینیش رد شد اینجوری که نفس کشید این پشه رفت و بینیش رفت سرسام گرفت اومد لب هم برجی که ساخته بود با سر اومد پایین اومدن با کاردک جمعش کردن اومد بزرگترین پرنده رو بسازه بره بالا خدا رو بکشه پایین خدا با کوچکترین پرنده که ساخته بود خودش کشید پایین خود از همونجا میزند اومدن شرق و غرب ایران رو گرفتن نگاه کن صدام انداخت به جون ما خدا به واسطه خودشون صدام و پس زد دیدید؟ تا تو دهنی بزنید. یک از این نوانده های دموکرات کنگره آمریکا میگفت من هر چی فکر میکنم میبینم این جورج بوش آدم ایرانه چون هر کاری که تش به نفع این محور مقاومت تموم شد حالا داره شوخی میکنه اما راست میگه ته ماجرا رو نگاه میکنی چیه چه بچه های شب و روز گریه میکردن اشک میریختن پرپر شدن کربلا کربلا ما داریم میایی اومدیم دیگه اومد بخواد اگه بخواد از تو دل این سرزمین آمریکایی‌ها میان صدامو پس بزنن این کشتی امام حسین میاد جلو و فرمود دیو و تو این آخر و زمان تو اون بحر لجی تاریک که تو اون دریای مواج پناه ببرید به سفینه نجات درست شد که اهل بیت کلا حدیث سفینه نو دیگه کشتی نو مثلا اهل بیت من مانند کشتی نو هست هر کس سوار شد نجات پیدا کرد و هر کس از آن دوری کرد و باورزید غرق شد هلاک شد و تو کشتی اهل بیت تو این چهارده معصوم هیچ کشتی درش به وسعت درب ورودی دعوتنامه ابا عبدالله نیست آدمایی رو تو حسینیه میبینی که آدمایی رو محرم تو حسینیه میبینی که ما رمزون تو مسجد نمیبینی این رحمت الله الواسه این درب مفتوحه باز الهی که همه رو جمع میکنه یا آهن رو یه تکونی داد هر موقع دیدید یه کاری عجیب قریب بین مردم گرفت بدونید وقتش رسیده خیلی از این کارا باید چی باشه؟ وقتش برسی یه صوتی از مرحوم آی خزعلی گذاشتیم روی کانال تلگرامی مون اینو برید نگو. مصاف مساف ایران پشت سر هم نوشته میشه مساف اسم محسس بعدش هم ایران نقطه آندرلان هیچ نداره اونجا گذاشتیم خیلی عجیبه ایشون سال پنجا و پنج تو قوم داره تفسیر میگه پسر ایشون برای من فرستاد این صوت رو داشت دستبندی میکرد اون نوارهای عبویشون رو یه عجیبیشون میگه داره سیل همون آیه معروف که زمین به ارث سالهان خواهد رسید ایشون میگه زمین باید سال 55 تو قم 1355 یک سال پیش ایشون میگه که زمین باید آماده بشه هم آمادگی معنوی هم آمادگی مادی اما آمادگی مادی زمین باید به صورت یک سلسل اعصاب به هم متصل بشه باید عشقها لبخندها رنجها احساسات به اشتراک گذاشته بشه باید اونی که اون طرف دنیاست از اینی که این طرف دنیاست با خبر بشه باید چهرش ببینه صداش رو بشنوه بعد ایشون اشاره میکنه که اینایی که دارم میگم مردم طبعا تعجب کردن این آقا چی میگه یعنی چی تو کنج اتاق بشینی از کل دنیا خبر داشته باشی و اراده کنی او تو رو ببینه تو او رو ببینی صداهای همدیگه رو بشنوید بعد ایشون میگه که اینا که دارم میگم اینا تو روایاتمون ها این آماده شدن جامعه بعد ایشون در ادامه در مورد آمادگی معنوی هم میفهمون که باید جامعه انسانی هم آماده بشه بشر رشد پیدا کنه که از مهمترین فاکتورهاش اینه که بشر به این نتیجه برسی که هیچ تئوری جز اهل بیت دیگه جواب بده نیست میگه همه میان امتحان میشن همه تمام این اسم ها میان امتحانشون رو پس میدن همش هیچکی نمیمونه در هم داریم که اگر بمونن فردا اینا مدعی میشن نه درسته قبول داریم این حجت ابن الحسن حکومت خوبی تشکیل داده خیلی عالیه اما ایده ما هم جواب میداد نمیگم بهتر از این اما در حد این می بود این آمادگی در دلها که شکل بگیره وقتی یک نفر میاد اون حرف رو میزنه به ما چیزی یاد نمیده دقت کنید به ما یادمون میاره که ببین یادتونه این منظورم چی؟ ببین یک موقعی هستش کسی نمیاد اینجا بگه که آقا غذا سوخت همه هم میدونیم غذا رو باره بوی غذا رو هم داریم میشنبیم همه هم داریم میشنبیم بوی سوختگی غذا یکی یک لحظه ما رو متوجه خودمون میکنه میگه غذا سوخت یوهوی همه ما میبینیم آره این بوی سوختن غذا رو داریم چیکار میکنیم حس میکنیم بنده معتقدم الان وقتش رسیده بود تو تمام این دلا نشسته بود که آقا این ایدئولوژی ها دیگه جواب نمیده همه تو دلشون این این رو حس کرده بودن یوهایی ابو عبدالله فرمود ها خوب حس کنید از مشامتون استفاده کنیم یه های همه را افتادن همه را افتادن ریختن تو این بیابونه و این خیابونه امام امام خمینی سال 42 هنوز شرایط انقلاب فراهم نشده برای همین امام میفرماد اما کسی اونجوری که باید بگیره نمیگیره اما 57 هم آمادن امام چیزی یاد نمیده الزامن یادشون میندازه یعنی همه به اجماع رسن آره اینا دیگه نباید باشن الان اتفاق افتاده این راه به مای عربین اومده صدر تا زیل تمدن سازی شیطان رو بریزه به هم شیطان چیکار میکرد؟ امام معصوم رو اول وحن میکرد بعد یه دونه بدل میساخت اون بدل, میساخ. بدل خیمش رو که میزد تو ستون گیمزه خیلی دیگه سبک زندگی درست میکرد آمده سبک زندگی غربی رو بریزه بر هم اربعین خاصتا اربعین در مورد اربعین من نظر دارم دلیلا دنیا امروز اصالت دو تا چیزه تجارت پول درار دو خرج اشقه حالت کن صبح تا شب کار کن شب تا صبح حال کن اینو میگن دیگه پول در بیار به هر قیمتی بیزینس پول تجارت چقدر این واژه بیزینس رو میشنوید عربیش تجارت دیگه فارسی هم میگیم تجارت بعد این پولو برو خرج چی؟ لا ولا خرج اشغالت کن برو پاتایا تایلند برو آنتالیا ترکیه برو کنسرت ارمنستان فلان لس آنجلسی اومده اونجا کنسرت داره برو نه اون یکیشون اومده دبیه برو خرج اشغالت کن برو مهمونی بگی برو پارتی بگیر این داره میگه دیگه ها صبح تا شب برخی از این جوانا دنبال چی همین همین یه کجا مهمونی برقراره؟ کجا کنسرت مثلا کیا که کی اومده تو کدوم کشور خارج مولنش بریم درست شد یا این چی تو اینو به چالش میکشه من که معتقدم در سوره جمعه بهش اشاره قطعی شده دیگه فازار و تجارتا او لحم انفضوا علیها اینجاش خیلی دردناکه روزه از این باستر خدا نمیتونست بره ولی معصوم بخونه و ترکو که و ترک میکنن که تو را قائما اما تو قائمی اما ترک شده ای چرا؟ تنهایی چرا؟ سرشون تو آخر تجارت و لحو و شیطان تو برنامه ریزیش یه کاری کرد اینا صبح شب باید کار کنن اصلا کار نکنن میخورن زمین برنامه ریزی برنامه ریزی این که باید. صبح تا شب دو تا شغل سه تا شغل داشته باشه بعد این پولر در بیاره چی؟ خرج لحب و کنه خرج مسابقات عجیب غریب چشم هم بکنه. می بکنه من میدونی چرا؟ میدونی چرا تنهایی؟ میدونی چرا تنهایی؟ برای اینکه سرشون تو آخر تجارت و لحب و لحب حالا بیایم یه بررسی کنیم این عربعین و خب میرن پاتایا چیکار کنن؟ برن تو هتل های آنچنانی و لب ساحل دراز بکشن و غذا چه و چه و چه و چه شما برای چی بلند شد پیاده دارید اینجا را میرید برای چی اومدید پاهاتون تاول بزنه چرا شما برعکس جریان آب دارید شنا میکنید کنار جاده دارید میاید. درست یا نه ماشینا با سرعت از کنارتون رد میشن درست یا نه میتونی دست درست کنی جلوشو بگیری یا نه چه این کار نمی چرا داری به چالش میکشی تکنولوژی رو چرا داری دستاورد غرب رو به چالش میکشی چرا عمدن کنار جاده ماشین رو داری پیاده را میری چرا بعضیتون کفشاتون رو در میارید ببینید الزاما نمیدونستید الزامن نبود که مثلا متوجه این باشید دقیقا همین کلمات اما الان که دارم میگم ای رو همین رو آقا نمید چرا من و شما معمورین به واسطه عبا عبدالله این ساختار شیطون رو بکشیم پایین وقتش رسیده وقتش دیگه انشالله انشالله همینه ما هیچ وقت توقیت نمی کنیم. حق این کارو نداریم از لسان امام باقر علیه السلام چذاب خونده شده در کسی وقت این کنه برای ظهور اما 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 ما به اون یاد دادن صبح دا عهد بخونیم و اون آخراش میگیم انهم هم بعیدا و نراه و ما که میگیم نزدیک درست شد الان من میگم وقتش رسیده سال دو وقتش نبود 57 وقتش بود الان وقتش رسیده بریم رو بحث این از لحو و لحو <applause> یک ادهی بلند میشن به چه سختی به چه سختی حالا این طرف ماجرا رو گوش کنید پس اومدی بینید اوج داشته قرد تکنولوژیه و ما الزامن تکنولوژی رو بعد نمیدونیم تکنولوژی نبود الان این دوستانی دارن, پخش زنده تو کل دنیا دارن صحبت منو میشنون همین دارن اینترنتی دارن پخش زنده سخنرانی میرن و این به واسطه تکنولوژی ما تکنولوژی ستیز نیستیم اما میگیم با تکنولوژی سهر نکن مردمو که اخلاقو بشکنی همه چی رو از بین ببری به واسطه تکنولوژی با این مشکل داریم با این مشکل داریم میگه ماشین خوبه با ماشین آدما رو زیر گرفتن بده هر چیزی اندازه داره معقول نگاه میکنیم خب مورد بعدیش میاد میگه فرمایید تو تجارت میگه یه دور زمانی میشه همه چی میشه پول همه چی میشه پول حتی من سخنران هم که میخوام سخنرانی کنم بررسی میکنم ولو بر اهل بیت تو پازل شیطان میرم سخنرانی میکنم یعنی چی نگاه میکنم ببینم کجا پاکت بیشتری بدن پس بازم معیار شد چی پول معیار مخاطب بود معیار موضوع بود معیار اهمیت حضور بود نه میار این بود که چقدر پاکت بدن من برم سخنرانی کنم یا مدعی کنم همه چی میشه پول با پول همه کار میکنن یه ضرب المثل هایی تو آخر و زمان علم میشه میگن هر کسی یه قیمتی داره و راست هم میگن همه پولی میشن همه که یعنی اکثریت جامعه تو دل این ماجرا یک ادی رو مینی باز دارن خلاف جریان شنا میکنن چی کار میکنن به چالش میکشن عمدن اینو. چیکار فقط دارن راه میرن به چالش میکشن یک گدی رو پیدا میکنی که عجیبشون خرج میکنن برعکسن همین میزبانان عزیز ما که اکثرا هم از عراقی ها هستن و نباید ما فراموش نکنیم یکی از موزات سخنیم که تهدیدات این معجزه اربعین رو, رو من سخنرانی خواهم کرد الله در شب آینده همین رو هم کانال میذاریم یکیش اینه که میزبانی رو از عراقی ها نگیرید خوب مشارکت کرد حالا خیلی ارزشمنده اما نباید این بشه که چی میزبانی از این مردم گرفته بشه اینا کیف میکنن با این میزبانی من دختر بچه کوچیک پابرهنه اومده وایستاده فقر از فرق سر تا نوک پاش داره میباره یه دستمال کاغذی گرفته رو دستش این به اندازه وسعشه اینا بیانصافی نیست ازش بگیریم اون پسر بچه یه عطر دستش گرفته وایستاده اون تو اون جمعه تو زل آفتاب زیر آفتاب وایستاده میاد اینجوری که اصلی ممول کف دسته اون یکی اینا هم نداره میگه که بیام مساجد بدم اینکه که ازم برمیاد که بیا انصافیه نکنیم نکنیم اینو پولیش نکنیم ها یکی از تهدیداتی که اربعین را تهدید میکنند همان است که سخنرانی ها هم پاکتی شود مبادا موکب ها هم پولی شود از من توصیه به همه زائران عزیز ایرانی اینه که حتما تو موکب های برادران عراقیمون رفت آمد بکنید بهشون بگیدین احساس الفت و انس رو بکنن باشون عکس سلفی بگیرید با در و دیوار عکس سلفی میگیرید با این عزیزان عکس بگیرید ببینن ببینن دوستشون دارید ببینن. قدر میدونید ببینن شاید حالا یک بند خدا یه جای چادری علم کرده نگه که ببین نگاه کن چون اونجا یک موکبی زدن خیلی بزرگتر و ترتمیزتر و نمیدونم چیتر و غذای بهتر میدن ببین کسی دیگه تو موکب من نمیاد یک مستندی من دیدم از همین عربین یک خانومی بود تمام سال متکدی بود تکدی دیگه یه گدایی میکرد پول میذاش کنار ایام اربعین عدس پولو میداد به زاره ماموسی خودش محتاج ای خدا این چرا اینا برعکس دارن شنا میکنن این خودش محتاج پوله داره پولاشو جمع میکنه میگه نه نه این یه هفته من محتاج نیستم بیاد از من غذا ببرید میبینید؟ شما من دارم راه تو راه نمیری که ریختی به هم کل دارو نداره اینا رو امام حسین اومده بریزه به هم همه اینا رو یه شیش ماهه علم کرده کل دنیا ریختن به هم دانشگاه لایدن یا لیدن هلند کرسی علی از شناسی گذاشته میگه برید ببینید بچه شیش ماهه کیه در انگل... در, در لاهه داره قانون بردن به لاهه قانون تصویب بشه که جلوی همایش شیرخارگان گرفته بشه آقا مگه چی یه بچه شیش ماه رو آوردن مادراشون اومدن اونجا میشینن دور هم جمع میشن چرا این همه تجمع تو دنیا هم جنس بازا جمع میشن جشن نمیدونم پرتاب گوجه ج... گاف بازی میگیرن ندید تو اسپانیا این گاوا هر سالی چند نفر کشته میشن با چه صدا کسی در نمیاد حالا چند نفر جمع شدن کشتم نمیده والا. این بچه معصوم دور همجا چرا اینجوری ریختید به هم همه حق میدم برادر من ما با امام حسین داریم کل ساختار اینا رو میریزیم به هم میگو گاندی مبارزش با انگلیس ها با منفی بود به مردم هند میگو با انگلیس ها هیچ کاری نداشته باشید نه برای اینا کار بکنید نه برای اینا خرید بکنید هیچی پیاده هم را میرفت عمدن مردم دورش همینجوری میافتادن ما چه پیاده میریم دیگه همه برای همه مردم دنیا سوال شده دیروز من فرودگاه بودم توی فرودگاه امام این بچه های حفاظت فرودگاه پارسال یه رسم قشنگ زده یه چیز اونجا درست کردن یه موکبی درست کردن به اسم عمود صفر یعنی از اینجا این موکبا شروع میشه از فرودگاه اونجا بودم بعد چند تا تو توریست بودن ما رو شناختن لطف داشتن رفتیم تو موکب نشسته بودیم چند تا تو توریست اومدن بعد گفتش که می‌خواد برداره می‌خواد چیکار باید بکنه چای بود نبات گذاشته بودن اینجا کیک گذاشته بودن شربت بود آب میوه بود می گفتش که اصلا باید با پول بده بهش گفتش که فری این گفت وای گفت برای چی فریه وای چرا مگه میشه تو این دنیا چیز موف باشه همه هم مبنا پوله میگه چرا ریخته بود به هم ذهنش بعد این بنده خدا میگه دیروز چند تا چینی اینجا بودن اصلا میگفتش که چرا اینا مفته میگفت اصلا با هیچ چی کار نداشت میگفت چرا اینا مفتیه میگفت جشن سال نو تونه میگفت نه میبینی دقیقا جریان خلاف این جریان داره اتفاقی میفته شما اومدید دار و ندار اینا رو بریزید به هم به اتفاقات عجیبی میفته تو اینجا دیگه من بگیم محشریست درسته؟ اینجا همه با هم حالا سخنه یه شب دیگهمه های راهپیمای اربعین چیه یکیش اینه که برابری رو اینجا میبینی اینجا مهم نیست استاد دانشگاهی چه میدونم مسئولی نماند مدرسی دکتری مهندسی هر کی هستی تو خیاری کنار هم میخوابید محشریه تازه من میگم از محشرم برتره چرا میگه اونجا ولا تزر و وازرتن وزرا اخرى هیچ کس بار کسی دیگر رو به دوش نمیگیره اما خدا شاده من به جفتش خودم دیدم کسی بار کسی دیگر رو به دوش ببینید پس یه جماعتی بلند شدن از جیبشون خرج میکنن یه جماعتی باز از جیبشون خرج میکنن میزبانی اینا رو میکنن پیاده بلند میشن تأکیدم دارن پیاده برن اونا که براشون مقدوره حالا اون کسی مشکل داره سوا این بحثه بعد تازه ما میفهمیم عجب این روایت هایی که در مورد چی پیاده رفتن به زیارت وجود داشته که معصوم فرمود یک جای شما یک جای شما نعلی نده پا در میاد بخونید روایتش نعلی پا در, می می در پا در پرت میشه دیدید پای آدم در میاد میره می سه چهار قدم و دم پایت میرسه دیگه حضرت میفرماد اون قدم ها رو جدا حساب میکنه میگه با مرکبت داری میری یه جاهای پیاده میشه از مرکبت داری میری اونا جدا و ویژه باز حساب میشه برای چی انقدر ثواب گذاشتن تو این کار هر جای دیدی جایزه خیلی خوب داره بدونید که برای اون کسی که جایزه گذاشته اون کار خیلی مهمه اینا چه دلیلی داره آقا چرا بر اشک بر اب عبدالله جایزه گذاشته میگه با انزه بال مگس تو چشت حلقه بزنه تمام گناه بخشیده میشه بابا اینا روایت کامل و زیاراته مستندترین روایت های ماست از رحمت الله علی ابن قولبه به با اندازه بال مگس برای چی؟ به خاطر اینکه خدا میخواد این جایزه رو گذاشته که بیان همه بیان این طرف چرا؟ چرا راه رهایی اینجاست شما برای اینکه بچه رو تربیت بکنی برای رفتارهای درستش جایزه میذاری برای رفتارهای غلطش تنبیه جایزه خوبا رو کجا میذاری اون جایی که کارهای خیلی خیلی خوب میکنه باری کلا پسرم این کار کن برای دو میخرم این جایزه خوبا رو چرا خدا برای عبا عبدالله قرار داده چون کشتی نجات نکته آخرم اینه که وقتی آقای من شما ظهور میکنه پنج تا جمله کلیدی داره ایشون تمام جملات ایشون با یک عبارت مشخص شروع میشه یا اهل العالم آی کل مردم دنیا پس مخاطب حضرت شیعیان مسلمانان اینا نیست اینها هم هست فراتر عمومیتر ببینید آی کل مردم دنیا انا بقیت انا سمسام المنتقم من اومدم شمشیر انتقام کشن انتقام کیو بگیری انتقام چیو بگیری ها سوال نمیشه بر کل مردم دنیا اومدی آقا شما مدعی هستی که منجی حالا اومدی چیکار بکنی اول خود معرفی کنه اومدم انتقام بگیرم از چی؟ چهار تا جمله بعدی ان جدی ال حسین قتلوا اتشانا بعد مردم دنیا نمیگن ببخشید آقا این حسینی که میفرمایید جد شماست کیه همه مردم دنیا میشناسنشون چرا همه مردم دنیا میشناسنشون چون خبرش پیچیده تو کل دنیا چجوری خبرش پیچیده تو کل دنیا با اتفاقات عجیبی که داره میفته بزرگترین راهپیمایی دنیا رکورد گینس یادتونه آه دیده از همونجا زدشون خدا همونجا که فکرشو نمی کنن. بیشترین غذایی که تا الان سرو شده تو دنیا طولانی ترین سفره دنیا نمیدونم بیشترین آبی که دونم. بیشترین نمیدونم طولانی ترین مسیر چی چی کلی نگاه میکنیم نزدیک دو هزار تا رکورد جهانی رو یوی میشونه تا کی میخوان نبیننش نمیتونن گفتیم مادی دنیا چی میشه؟ آماده میشه الان هر کدام شما یه رسانه ای همه تون یه دوربین دارید میگیری میذاری تو شبکه های اجتماعی میذاری تو فیسبوک میذاری تو اینستاگرام میذاری تو فلان سایت مگه میشه دیده نشه آروم آروم سوال میشه میگن آقا کیه بعد اینا کتاب خودشون هم هست دیگه یه انجیل هم میخونن و از نشانه های ظهور پسر انسان این است منجی در انجیل لقبش چیه؟ پسر انسان قطعا حضرت عیسی نیست چرا؟ تا اونجا که ما خود مسیح و حضرت عیسی میگن چی؟ پسر خدا بله خدا ما حکیمه میدونست اینا دوچار این انحراف میشن لقبی که به منجی داد، از اول یه لقبی داد که بعدا اینا رو دوچار چالش کنه و از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امت های زمین سینه زنی کنند این عین عبارت انجیل همین الان اینجا همین الان باز کنید توش از نشانه های ظهور پسر انسانی این هست جمعی امت های زمین سینه زنی کنن بعد این بابا با خودش میگرده تنها یه مستاق برای این میتونه پیدا کن جایی که همه با هم یکی هن. اینجا هستن تنها جایی که از شما سوال میپرسن کجای هستید میدونی کجا هست اینجا چای عراقی میخوای یا ایرانی درسته یا نه کاری نداره پرچم کشور دیدی تو مسی؟ جمهوری آذربایجان، آمریکا، نیوزلند، پاکستان، افغانستان، ایران، عراق جمعی جمیع ها جمع شدن دور هم یه وعدگاه دارن دارن میرن همه دور یک جایی همون جایی که 1400 سال پیش بازم عده جمع شدن اما برعکس بود اونا بیشتر بودن سی هزار نفر آدم ریختن اونجا گفتم وس... کار رو خفه میکنیم همینجا صدا رو خفه میکنیم همینجا کار رو یه سره میکنیم تو این بیابون براه براهو تیکه 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 میکنیم صدای بیرون نخواهد رفت باورشون نمیشد به خواب شبشون هم نمیدیدن اون آقایی که تنها تو گودال افتاده بود یه روزی بهانه بزرگترین اجتماع بشری باشد نه؟ اون آقای تنهایی که اون آخرا میگن بلند شد به اون نیزه شکسته به اون شمشیر تکیه کرد فرمود عباس کجایی رو به کرد رو به خیمگاه کرد گفت اون جعفر هانی رو به کوفه کرد مسلم گفتن حسین داره کی کمک میخواد اینا که همه کشته شدن داشت برای کل بشریت پیام میفرست سال. حالا بعد از 1400 سال یا مردمی جمع شدن دارن میرن میگن ابد والله یا زهرا مانن سا حسین والله به خدا قسم یا زهرا ما تا ابد فراموش نمی کنیم و من نمیذاریم فراموش بشه ها؟ این عجیب این معجزه نیست این عربه این حق دارم بهش بگم فارتن نور این راه این راه په مای مانور آخر و زمان آقا جان داریم یاد میگیریم کنار هم بودن و کی منو شما یه شیعیان کل دنیا اینجوری دور هم جمع میشدیم کی یه زبون مشترک میتونستیم اینجوری پیدا بکنیم کی میتونستیم اینجوری به هم مهرورزی کنیم و به هم محبت بکنیم ها فقط وهانه حسین است قدم قدمی که داری اینجا برمیداری داری با خود ابلیس مبارزه میکنی و قدم قدمی که داری بر میداری داری, داری الله معجل ولی یک الفرج میگی اما بدون که برای آقاد داری این کارو میکنی همه مردم دنیا میشنسن و اون موقع کسی از تعجب نمیکنه از این کلام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که عزت میفرماد که چی؟ سحقوه ادوانا زبحو اچانا که او را سر بریدن. مردم دنیا نمیگن ام مگه سر بریدن وجود داره نه تعجب نمیکنن چون قبلش یکی از این شرایط آماده شده مردم دنیا خبر زیادی از سربریدن شنیدن میبینید یه دست هنگ پازل رو اینقدر عجیب کنار هم چیده داره یه تیکه های پازل رو نگاه می‌کنی، تک تک نگاه میکنی چیزی نمیبینی اشتباهت اینجاست یه خورده بیا عقب بیا عقب بیا عقب یه تصویری واضحه من مهیا شدن شرایط ظهور میبینم با اربعین سرتون رو درد آوردم اسخای میکنم امیدوارم که همه ما رو خداوند متعال از مسببین اصلی و خیر ظهور آقا امام زمان از الله تعالی فرج و شریف قرار بده <applause> انشالله خداوند این منت رو بر سر این مردم در این عصر پر از گناه و سختی بگذاره که به چشم سر خودشون ظهور آقامون رو ببینن انشالله این لشکر و این پیاده روی به سمت مکه مکرمه باشه اون موقع که صدای انبقیت الله رو بین رکن و مقام میشنویم ان شاء خداوند و متعال ما اعتقاد داریم ما کار خودمون رو میکنیم اما مطمئنیم اگر عنایت الهی نباشه هیچ کاری نمیشه کرد برگ بی اذن خدا از درخت نمیفته ان با عنایت الهی و ید قدرت الهی خداوند هر چه زودتر این سهیونیستا تکفیری ها وهابی ها سلفی ها رو ریشه بکنه ان شاء خداوند این مردم مظلوم شیعان مظلوم در کشورهای مختلف رو در یمن در پاکستان من عکسای مرز میرجاوره میدیدم خدا شاده دلم آتیش گرفت پشت نرده ها دستاشونو دراز کردن میخوان بیان نمیتونن یا امسال دولت افغانستان همکاری نکرد اجازه نداد پاسپورت های غیر کامپیوتری بتونن بلند شن خیلی آرزو اینا ظلم خدا شاده ان شاء این مظلومیت های شیعیان را با ظهور آقامون هر چیز زودتر تمام بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد